جروزالین پست با این یادآوری که مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است آمریکا تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی را جدی تلقی می‌کند و ایران را برای به خطر انداختن ایمنی هر شهروند آمریکایی مسئول می‌شناسد، یک بیانیه وزارت خارجه آمریکا را نیز نقل کرده است که می‌گوید این اندیشکده اکنون بیش از هر زمان دیگری ارزش فعالیت‌هایش در افشاگری عملیات تروریستی رژیم ایران آشکار شده است. دنیس راس، نماینده پیشین آمریکا برای امور خاورمیانه، ایلان گلدنبرگ، مدیر امنیت خاورمیانه در مرکز امنیت آمریکایی، جاناتان گرینبلات، مدیر اجرایی انجمن علیه افترا، تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانسا و سوزان مالونی از مؤسسه بروکینگز و مشاور سابق مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، دان شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که جروزالین پست گفته‌های آنها را در حمایت از عملکرد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مدیر اجرایی آن نقل کرده است. محافل بین‌المللی متعدد می‌گویند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شدت حق آزادی بیان شهروندان کشور را نقض می‌کند. از این رو از خانم نظریان پرسیدیم آیا اقدام غیر معمول تحریم یک مؤسسه تحقیقاتی اولین تلاش ایران برای سرکوب آزادی بیان در خارج از مرزهایش است؟ می تواند این طور باشد، اما بیش از هر چیز نشان می دهد رژیم ایران زیر فشار بسیاری است، فشارهای اقتصادی، سیاسی و غیره. بنابراین از دیدگاه من این اقدام از روی استیصال است، به ویژه بعد از آنکه دولت پرزیدنت ترامپ، وزیر خارجه ظریف و دیگر مقام‌های ارشد سپاه پاسداران را تحریم کرد. بنابراین می توان گفت نوعی مقابله به مثل است. همه ما از فتواهای رهبران مذهبی ایران علیه نویسندگانی نظیر سلمان رشدی آگاهیم، اما این اندکی متفاوت است، چون توسط رهبران مذهبی و روحانیون مطرح نشده. وزارت خارجه که یک نهاد سیاسی است آن را عنوان می کند. از نظر من این نشان می دهد ایران خودش را در بنبست می بیند و فشار اقتصادی دولت پرزیدنت ترامپ تأثیرگذار بوده، همانطور که در اجلاس G7 در فرانسه دیدیم. رفتن وزیر خارجه ظریف به آنجا می تواند گواهی بر آن باشد. بنابراین فشار دولت پرزیدنت ترامپ کار کرده است. اما برگردیم به بنیاد دفاع از دموکراسی ها. صرف نظر از اینکه ما با سیاست های آن موافق باشیم یا نه، من خودم احساسات آمیخته ای درباره برجام و بعضی فشار تحریم ها دارم. اما به نظرم خیلی مهم است که اکنون متحد شویم و یک صدا تاکتیک هایی را که این رژیم از راه های مختلف به آن متوسل شده، از جمله فتواها و اکنون هم تهدیدهای جدیدی که وزارت خارجه به آن متوسل شده، محکوم کنیم.